سلام دارم خدمت تمام خواهران و برادران و وطندارای عزیز و مهربانم امیدوار هستم که حال همگی شما خوب باشه عزیزان دل هر جای دنیا هستید در پناه خداوند باشید سلام دیگری دارم خدمت تمام فارس زبانای عزیز در سر و سر دنیا امیدوار هستم که حال همگی شما خوب باشه وطندارای عزیزم وطندارای نازنینم امیدوار هستم که روزهای بهاری را بهاری تجلیل کنین یعنی همیشه در خانه بهار باشم سعی کنین از گلوگیا استفاده کنین پشت سر مرا می بینین من بسیار گلوگیا را خوش دارم و در خانه نگهداری میکنم خودتان خودتان کسایی کسی نسالتان یک کم مثل من رفتین بالا این ما جوان هستیم این منظور من کار در خانه نمی کنین گل پرورش بتن و همیشه گل باشین بچه های افغان و دخترای افغان و بیننده های عزیزی من. سعی کنین همیشه گل باشین یعنی شگوفا بزنین مثل گل خندان باشین مثل گل یک تراوت بیتین در خانواده ایتان مثل گل عزیزان دل امروز آمدیم برتان یک دست یک اتفاقی که دیروز بر ما افتاد خدای نخواسته اتفاق که نفتاد یعنی یک, یک کاری شد که یک کمی مرام دسپایچه کرد و و دایی وسط پلیس هم درگیر کردم و یک کارای بسیار یک کار بسیار عجیب غریب یعنی چیزی نبود خدای نکرده که ترس و حراس باشه شما میفهمید که من بارها گفتیم من به جز از خداوند یکتا از کس دیگه ترس ندارم میگه ما افغان ها همیشه مثال ما هست میگه یکی آمدیم یکی میرم و هیچ وقتی هم اگر خدای نخواسته مرگ دروازه کسی را تک تک بکنه او وقت هیچ کس از دست مرگ فرار کرده و گریخته نمیتونه ما رو همیشه قبول داریم ما افغان ها باز بخصوص که ما از خوردی با دست با مرگ دست و پنجه نرم میکنیم ببین انگوشترهای ما دا چیز که رفتیم دست دستای ما بوشویم همونجا کشیدیم ماندیم بازیانه ها که یه چیز نپوشد خواه عزیزان مشکل نیست شما کلتان خانواده هستین ما آمدیم با خانواده گپ بزنم و اتفاقی که دیروز افتاد برتان اینجا صحبت کنم عزیزان آماده کار شده بودم لباس های پوشیده بودم که سر کار بروم دیگه غذا مزار جور کرده بودم مانده بودم غذایی که برای خودم میبرم میشم که یک دفعه تلفن زنگ زد تلفن که زنگ زد دیدم که شماره ناشناس هسته هیچ نگرفتم چون کمپنیا بسیار عزیزان این شماره تلفن هم من نمیفهم جاهای شما هم که زندگی میکنین همچین چیزی هست یا یعنی؟ نه از ما همه شماره تلفنی امریکا به خصوص لس آنجلس کالیفرنیا بسیار تیت میشه در هر جای دنیا از هین زنگ میزنه همه ها از چاینا زنگ میزنه کال سنتر از خیلی کشورهای دیگه به خصوص از آسیا خیلی زنگ میزنه تلفن زنگ زد من نگرفتم که دینگ دینگی مسیج آمد آمدم دیدم که یک مسیج عجیب غریب آمدم خب خلاصه هیچ ندیدم چون دفتنی بودم میخواستم سر کار برم ایش ندیدم گفتم بارم در موتر کشیشتم باز مسیج باز میکنم از کی هسته شاید از همکارا باشه یا از کدام دوستی آشنایی که دوباره دیدم پشت سر هم مسیج آمد باز گفتم این چه داره بانش که من همه پوشیدم و خب میفهم این در محل کار که محل کار بوری خب باید یک بوتی چیزی بپوشی بو که عوام گرم نیسته نمیتونی آدم چپلی بپوشی و از زود بریم ما زنا که کمی در خود ما میرسیم دیگه خدا نکنه که باز زمستانم که باشم دیگه دیدم عزیزان باز زنگ آمد این دفعه که زنگ آمد گفتم یه هر کسی هست بسیار عجله داره آمدم شیشتم دم سر میز آشپزخانه گفتم بانش ببینم دیدم که قمقه مسیج آمده که این قمقه ما یعنی تهدیدات برای ما قطر تهدید کرده که یک اکاند اما تو مسیج روان میکنه پشت هم که نزدیک خانه هستم این از سر کوچه هستم یک دقیقه دو دقیقه با شما فاصله دارم ما اینی پیسه در حساب مگر روان نکنی حساب بانکی رو روان کرده از نیویورک حساب بانکی کالیفرنیا نیست که میبینم برای ما روان کو اگر روان نکنیم یا امتران نابود میکنم میکشم خب چیزایی که میخواه کتش مرا بکشه کلش نام گرفته که نه تو تو رو میکشم تو میکنم خنده گرفت مرا گفتم کی هسته مرا تو تهدید کرده پیسر اون کو انگار خیال کرده که اینجا افغانستان هسته اینجا امریکا هسته دیگه دیدم که نه پوستر هم میگه که نه در سر استاد هستم و یک دفعه تو خب زن هستیم دیگه یک دفعه احساس کردم که با این جواب همه رو بیتم از پرسان کنم که چرا من رو میکشی؟ من چی کردیم که من رو میکشی؟ همون تو خنده منده نمیکنم من چی کردیم که من رو میکشی؟ احساس میکنم که کی باشه در فکر رو میایه دیگه کی از ما بعدش میایه ای چند روز پیش عزیزان دل یک ویدیو را یک ویدیوی بود در سوشال میدیا بسیار پخش شده بود درباره باره همه افغان های ما من عزیزان افغان بسیار مظلوم است در نظر من من خودم چون افغان هستم من ب... کسی که می اندازه اکثر سوزن در افغان ها توحین کنه من اینی تیکه تیکه میشم خود من هرچی بگویم هرچی که جنگ کنم اینا را زیر رگ بار بگیرم گفته من دو بزنم دشنام بدم، بتم در من فرق نمی کنه یعنی بدایشان و نادانایشان ولی کسی دیگه بیایه اعتراض کوچیک بکنه یا چند روز پیش شنیدم که یک پارک در ایران افغان ها را نمانده بود گفته بود رو افغان ها ممنوع ماشین پارک بازی بوده چی بوده بسیار هم یک ژورنالیست برای ما کرده بود که همچین اتفاق افتاده ما را لازم ندیدم در یوتیوب بگم باز گفتم خوب نیست بین ما ما دو تا کشور همسایه هستیم ولی دیدم که هم جوان های افغان بسیار بعضی ها سرشان یک ویدیو اونجا جور کرده بودم که او رو گفته بودم دور از خوبا من همیشه بد و خوب جدا میکنم ایش وقت نمیگم که این امینا کلشان بد است اگر من بخوایم یک وقت ملاها را دو بزنم ملای ایران علایده ملا میگم ملای خود ما را اونا را جمهوری اسلامی میگم اینا را طالبا منظور من در فکر رو که نکنم اینا مرا تهدید کرده باشه باز میگم نه این مردم که مردمی منظور من مردمی کشور دوست و کشور همسایه ما ایران است باز این مردم به کارا رو یاد نداره که کس رو بخواد تهدید کنه یا مثال جنگ کنن هم تو یک چرت و پرت بعضیشان که گپ میزنن هم بعدن پشیمان میشن باز که خود میگم افغانا که کار نمیکنه ما کدام کار اشتباه که نکردیم دمی دو دقیقه یا سه دقیقه ما فکرای در مغز میایم من در آپارتمان دخترم بودم یعنی روز رفته بودم پیش دخترایم دخترم باز آپارتمان اینا بودم این داشتم البته من اونجا شب رفته بودم با صبح داشتم سر کار میرفتم و اینا رفته بودن در خانه کسی نبود من قرار بود که برای ما غذا مزا اینا گرفته بودم و در مقلف کنم در اینا رو بروم خانه دیگه سر کار بروم باز از اونجا بروم در خانه خودم خواه عزیزان دل که اه... دیدم باز مسیج آمد گفتم تو مرا از کجا میشناسی گفتم با نظر زبانی گپ بگیرم بازی را در پلیس روان کنم گفتم تو مرا از کجا میشناسی ایرا تست از موبایل دیگه در پلیس روان میکنم که بون میره دیگه گپ بگیرم تا اینا را ایرا رادیو بکنه میگم نام ما چی هست نمیگه خود جنسیت ما چی هست میفهمی نام ما را نمیگیره ام نمیگیرم میگه گپ دور دراز نکو پولا بیره زود پولم چقدر بالای 10000 دلار <تصح> کنی تمام روز تمام روز سارا بیا اینجا دیتیوب جان بکنه اندازه یک یک چگه که را پیدا نمیکنه دیگه میگم نام ما چی هسته که میخوای مرا بکشی خو؟ نام نفری که میخوای بکشی چی هسته یه نمیزنه اما تو مسیج میکنه میگه گب زیاد نکن زود پیسر آن کن میگم خو خانه ما کجا هستم خواه خانه مهرم آدرس شدم میگم تو خواه آدرس بطی اگه میفهم فا... که میخوایی که مرا بکشی خوب باید آدرس بلد باشی میگه اینه در سر خانه... کچه تان هستم اینه دم پیش خانه تان یک دقیقه کتان را هستم در موتری مچم در یک هستم نام نمیگه خب عزیزان آدمی هست دیگه باز یک کمی من شر و تو چی میگه شر دیگه گفتم بانش که از یک کدام جای هم تا ببینم کلکین <تصال> آپارتمانی آپارتمان دخترهای ما تو <تصال> طرف سرگ هسته سرگی که تقریبا هایوی نیه، سرگ های که داخلای کوچه ها هاست سر من تو از سر بالکنی تو میبینم میبینم که همینجا کدام چیز مشکوک است یعنی اینا رو کلش از پلیس روان کردیم <سلام> اونا <سلام> <سلام> مسیج کردن که بر ما مسیج کرد گفتی از کدام چیز الهی هست و شکده نترسین در سر هیچ جای تشویش نیست از دیوانه ها زیاد داریم در امریکا گفت گیر قبلا این نمبر براتان مسیج و زنگ زده بود گفتم نیه اولین بار است گفت خو هیچ مشکلی نیست گفتم خیلی اگر من از آپارتمان پیاده شوم کدام عمله مملی اگر سرد گرفت چی کنم بعد از ما باز ما شما مسئول هستین میخندم میگه هیچ گفه نیست ما دمی کچه تان میگردیم هستیم گشت گذار ما دمجا هست خو ادرس اولشان گفتم که من کجا میشنم دیگه علی خو عزیزانی دل این مسیج که دامات ما هم دا را دو زدم گفتم تو که من را گشته نمیتانی بارش که نال چی بلا سرت میارم که مسیج مسیج گم شد گم شد عزیزانی دل خوب اینا را نمبر هم در پلیس روان کردم و مسیجا را کلش پلیس گرفته بود دیگه از خانه بر آمدم رفتم سر کار سر کار هم یک آدمی که کت کتی یک چیز مصروف میشه بعض وقتا آدم یک فامیل دی زنگ میزنه بر تو تو کتمو موگه گب فامیلت مصروف میشه روز تام بگاره یا خوب استی یا خراب اگه گب خوب باشه که تام بگاره خوب استی گب خراب باشه تو تام بگاره روزگارت خراب است در روزت هر چیز که میشه هر چی که چای بخوری کافی بخوری یا کتا دوستایت گپ بزنی در نظرت میرسه که یک جایت یکم زخمی شده من نه که او تو ناراحت ولی ناراحت بوده باشم ولی در فکرم میگفتم که خود از میتوازار یک رقم فکر میکردم که بازم بر اینا زنگ زدم که پیگیری کردین اینا را گفت ما برات مسیج کردیم ندیدی دیدم که مسیج کرده بودن گفت که اینا از هم دیوانه هایی هستن که روز سابقه ها پشت کمپیوتر میشنه و بر مردم از جاهای دیگه اینه از جاهای دیگه از کشورهای دیگه پول میخواین باز نفرایی دارن که اینجا بازو پول رو ده ای میندازی و او البته خیلی ها این کارها رو میکنن که این کار خوبی نیست خدا را شکر که شما قادم فامیده بودین که گفتم خندیدم بودم پیسه مگه خدای نکرده کدام پیسه را مو از سر یا کرده از کدام جای کرد که گفتم پیسه را کن ما روان کنیم گفتا آه فامیدم همونجا که مسیجایشان روان کردین ما فامیدم که آدم ترس و اینا نیستین دیگه خودم مرا خنده گرفته بود عزیزان همکارا و کسای دیگه که چی شده گفته من گفتم همچین اتفاق افتاده خیلی هایشان تعجب کردن گفت نه ترسی گفتم نیچه رو بترسم وی گفت چی تو دیل داری به خدا ما می بودیم گفت کسی تو تهدید کنه که من پشت سر کچه تان هستم یاد از نزدیک خانه هستم گفت ما چیر زده تمام فامیل جمع میکنیم که بیا مرا میکش گفتم نیا خمه چی کردیم که کسی مرا بکشه یک خانم افغانی که تمام دنیا میفهمه که ضرر ما زنای افغان به جز خود ما ده هیچ کس نمیرسه یعنی ما فقط در خود خود ضرر میزنیم در خود ما ضرر چطور میزنیم که اولاد زیاد میکنیم ضررش تمام میرسه و این قدر بعضی شیای دیوانه را تحمل میکنیم که بیخی دوچار استرس و فشار خون و دیگه و دیگه میشیم که خود میگم میگم می ما کی میای ما رو میکشه یعنی کی خدای نکرده کدام دشمنی با ما داره البته عزیزان دل انمی که چی میگن گمان کردن که در سر یک نفر آدم گمان میکنی میگه گناه کبیره هست راست میگه باور کنین ما دیر صبح این در سر چند نفر ما گمان کرده بودم که پس آن گفتم خدایا مرا ببخش چقدر مردم خوب هستن ولی ما فکری ما ببین چقدر فکری ما خراب است و چقدر دل ما بد بوده که ما امروز از یک فکر کردیم و کیا را دا خود دشمن گفتیم شاید بهترین دوستا و بهترین خوارای ما بوده یا بهترین بیادرای ما بوده و ما ای فکر کردیم البته خدای نکردم ما در پلیس و جایی کدام چیزی نگفتم که آقا آمد از گفت کس میاد او فقط اونا پرسان کرد گفت که این نمبر دوباره قبلا هم زنگ زده بود گفتم نه اولین دفعه است که من ایره میبینم گفت خب جایی کدام خدای نکرده تشویش اینا نیست گفت تشویش نکنین اینا از همونایی است که امریکا را پولدار و پیسدار دیده و مردم امریکا را. گفتی تو کارا میکنه شاید هم شما را هیچ نشناسه و شاید هم هیچ نشناخته باشه بازم خدای نکرده اگر کدام دشمنی چیزی باشه خب شما با ما در میان بذارین گفتم نه دشمنی با باکی دارم کلگی خوار بیادر ماست هستم افغان ها که قدر من را دوست دارن که باور به خدا کو ویدیوهای های من درست هسته گفتم بعضی ها سابسکرایب نمیکنن ولی گفتم با جان و دل که من میفهمم که خب اگر افغانی را ویدیوی مرا نبینه کسی دیگه خود زبانی مرا نمیفهمه یا افغان میبینه یا می فارسی های کشور همسایه گفتم بسیار مرا دوست داره خودم هم همیشه می هم فکر میکنم نسبت به افغان های خودم باور میکنین اینا می هم که من احساساتی میشم بعضی وقتا درباره دختر افغان گپ میزنم یا درباره مردای افغان بسیار بعض وقتها احساساتی میشم نمیتونم جلوی عشق ما بگیرم کنترل کنم خودم ولی اون موقع ما میفهم که اینا مرا دوست داره ای از دوستی است عزیزان دل یک آدم یک آدم دوست نداشته باشه وقت در وقت داستان عشقش در نمی من خیلی آدم ها را میبینم خیلی آنشناس ها را که مریض در پیش می مریض زوف میکنه یعنی مریض زوف میکنه از بس که مریض گریه میکنه و مریض میگه که من اتفاق سر ما افتاده اینی اتفاق سر افتاده چون بیگانه است عزیزان دل دل کس نمیشود. چرا یک وقت احساس احساس انسانیت که تو انسان هستی و این درد کشیده تو هم در بغلش باید یک از خود یک عمل در مغز تو وجود میاد که تو ناراحت میشی ولی افغانای ما که من وقتی یک زن افغان رو میبینم که پیش مشیشته داستانش رو تعریف میکنه باور کنین بعض وقتا در جای ها که نان میخوریم سر غذا هستیم یا رستوران هست یا میمان هستیم که تعریف میکنن این می داستانشه داستانش که شروع میکنه که داستان رو دا گفتن من خیال میکنم جای اون من هستم احساس نمیکنم که کس دیگه هسته خیال میکنم تمام دردایی کی کشیده ای دردار البته ما زنای افغانستان کل ما یک درد هستیم باور به با خدا کنین شاید امی... امینایی که در چی بود در پارلمان بود وزرای پارلمان این امینا هم بعضی ما بگویم شاید اینا ندیده باشه غم غصه ولی اینا در اونجا که رسیده ده و اوسط اینا به درد نرسیده خدا میفهمه اینا چقدر کشیدن از فامیل و شوی و از مردم ما مردم ما را که خداوند خودش یک عقلوش نیک بوده البته خوبایشان خوب است این بدایشان نه چیز کار نداشته باشه کار میگیره اگه یک مرغ دعوا بوره این مرغ دعوا پرواز کنه یک پایش جمع کنه یک پایش اوزان باشه این زمین جا لنگ گفته و رو صدا میزنه مرغ لنگ کجا میری چه برسد ما انسان ها ما نام خدا این تو مردم داریم ولی من امینایشم دوست دارم باور به خدا کنین قدر دوست دارم خود گفتم بارها برتان خودم هر چه که از دانم در بیایه برای مردم خودم بگم احساس میکنم که ما اینا رو نصیحت کردیم دو میزنم دشنام میتونم ولی من احساس میکنم که دو دشنام من نصیحت هسته برای اینا ولی اگه یک همسایی من بگوید که اینی از کشور افغانستان دوزی کرده یا از کشور افغانستان اینی خلافه کرده یا ای اینی می افغان ببین کالایش ببین چی پوشیده من فورا جلوش سپر میشم میگم که تو حق نداری در کالای یک هموطن مگب بزنی حق ای را نداری تو که توی دایی بگوی که تو چی پوشیده چی نپوشیده یا ریشه تو دراز است یا موی تو دراز است یا تو چپلی پوشیده یا تو غول هستی یا تو تو, تو اخلاق من تو هسته باز خدا رو شکر تمام اولادای من در خود من رفتم دختر کوچیکم باور به خدا کنید، دختر کوچیکم هیچ کد افغانا نبوده هیچ فارسی رو از روی ترنسلیت سعی کرده نوشته میکنه یگان دفعه که او اگه کدام جایی که ضرور باشه که کارا بکنه از ترنسلیت فارسی رو میفهمه گپ زدنشه. شه نوشتن و خواندن نمیکنه با افغانا هیچ نبوده هیچ سعی نمیشناسه افغانا که چی تو امرو یک گپ بزنه اگه ببینه بی یک جایی یگان دفعه که یگان قضیه یا مسئله پیش می آید که بعضی ها میگه که نام خدا بسیار دختری مقبول است همی نام خدا بیس ساله شده میگه که همکارای میگان دفعه مرا میگه که چی دختری زیبا و مقبولی خوب ما البته خوشش میگه است و میگه چی خوشش میگه مگه ما از این مردم آرسی میکنم و تو کت کدام مردم آرسی میکنه میگم آخر هر وقت آرسی کدم کتفخانه ها مردم خودم از قدر کلچر خودم میفهم اما در کلچر اونا میفهم باز میگم که خب اگر امرای جنگ چی میکنی؟ خفقانه رو میفهمی که تنخوی هستم میگه جنگ جنگ میکنم امرایش چی هسته؟ بان جنگ کنه او که جنگ کرد ما هم جنگ میکنم خوش داشت که دو تای ما جنگ کنیم جنگ میکنم مرا را زد میزنم <تصفح> اگه خوب بود کتاش خوب هستم لدم کاد لدش میکنم میگم باز اینه معاف افغانه تو هستیم ببینی میگه اونم او هر چی باشه اونام نام خوب هسته که هر کاری من مکتش میکنم ولی تمام مردم خوش هستم <applause> <applause> چه بگویم از دل این که نیست دایی دا گفته نمیشه که اگه وقت شما بگویم درباره نجات هسته و یا درباره کدام قوم پرستی اینا نه اینمی همی در ما مردم افغانستان گفته شده هر چی در ما نمیفهم یا گفته شده یا در مغز ما هست هر آشغالی که هستن افغانی خودت هستم دیوانه است از همو خو... کشور هستم بدرنگ است از خودت هستم خوش رنگ است از خودت هستم بعد و خوبتانه خودتان جمع میکنین ننمی سرایت کرده در اولادای ما باور کنین دختر ما وقت ما از افغانستان برامدیم اینمی که حالی بیست ساله این می ای که بیایه بیست یک میشه اینمی شش ساله بود که ما وطن ترک کردیم ببینین اگه مثال شما بگوین که شاید کل اخلاقی مثل امریکایی ها باشه چرا زبانش بسیار عالی است هر کس میبینه میگه اینجا به دنیا آمده ولی کلچر لباس پوشیدنش رو ببینی که لباس نیه که دختری باشه که در مکتب اینجا درس خواند و انوز هم ادامه یونیورسیتی رو ولی هیچ وقتی یک کالایی نپوشیده که من سرش اعتراض کنم بگم بچه ای چی هسته که میپوشی؟ از ما که او لباس پوشیده تر میپوشه یکان دفعه که گرم باشه بسیار میپوشه باز احساس میکنم که خودشم راحت نیست نه که این یعنی دختر بسیار کنه فکر باشه و یا دیگه باشه میگه میگه احساسی خوبی نمیکنم زیاد لباس که میپوشم میگم چرا؟ میگه نمیفهمم مامی در نظر میرسه که کلگی طرف من میبینه باز اسودین میشه میگم چرا بدن من رو ببینه <تصفح> من خنده میگیرم میگم که یعنی خوشت نمیاد کس رو ببینه میگه نی خوش دارم که کتمه دوست باشن گپ بزنن ولی طرف ما تو سعی نکنه خوشم نمیه اینه تو ای اخلاق از چیه اخلاق اخلاق هم هموجه هستم من خود ما که بسیار جوان بودم یگان کس که می دید میگفتم چی کاکا آدم ندیده میگفت دیدیم خو روی تا لوش نکو مثال که روی لوش بودیم روی تا بو پوشان وقت که میخوای کس طرفت نبینه میگفتم مال ما به خاطر تو روی خدا بو پوشانم که تو نبینی می آم ما خوینم تو می بینم، بعد uh, زیر لبم دو میزدم میگفتم ببین سگوری ده قصه تام نیستم تام بگار سایکو خب عزیزان دل وطندارای عزیزم امروز خواستم ای را با شما شریک بسازم هیچ وقتی اگر همچین مسیجایی دریافت کردین شما زنای افغان که کسایی که در می امریکا هستین یا در اروپا هستین که در امریکا بسیار تو چیزا میشه پولای مردم بسیار میخوره کسایی که میرندم پترول پم از کارت سابانکیش که مثال پترول میزنه اونمو پترولشه گاز که میزنه اونو گاز اینا از روی کاردشان بعضی میگیرن باور کن سال 2016، 2015 بود کاردی بانکی ما را از رویش بانک بر ما مسیج داد که همچین پیسه داره از حساب شما از ویرجینیا یا هم از نیویورک ورداشته میشه که ما گفتیم بانکو که او خود ما نیستیم ما نمی فامیدیم وقت رفتیم رفتیم در بانک که چرا از حساب زی گفت از کدام جای پترول زدیم که ما یادم آمد که لاس وگاس رفته بودیم ما در پترول پم در لاس وگاس که از روی پیسه کش نبود و همونجا ما از او از پیسه کش گاز میزدیم زدیم همین ولی گفتیم ما ما از کارت مصرف کردیم ببین ده کجاها پخش کرده بعد بانک جلوش گرفته بود خب بانک اگه بگیرم که بانک های امریکا و پول پس بر تو میتن اینمی از حساب تو هر چی که دوزی شوه از حساب بانکی خودی همی بانک هایی که ما بیمه بانکی هستیم این بانک امریکا پس بر تو در حساب تو میندازه ولی تو خبر میکنه که خودت هستی یا کس دیگه هستم که تو هم وقت در میگینی من نیستم در فلانی جای هستم که یه تو کارا بسیار میشه یکی اینمی تهدیدات بعضی وقتا دیوانه ها دیوانه هایی هستن که تهدید میکنه مردم از اینا نترسین عزیزان دل همیشه سعی کنین قوی باشین دختره افغان در هر جای دنیا هستین شما قوی هستین ما سختی هایی پشت سر گذراندیم و با مرگ و زندگی دست پنجه نرم کردیم کسایی که در کشور کلان شدیم و هیچ وقت ما نباید بترسیم ترسی را در خود ما نباید را بتیم چی از طریق فامیل چی از طریق مردمی بیرون چی از طریق شوی و امی کسایی که میخواید ما ضرر برسانه ما نباید از اینا بترسیم ما باید اینا را آگاه بسازیم و برای اینا بگوییم و در گب شد که خوب اگه در نشد را را جدا میکنیم رای و رای ما جدا و خاطر همون ضربه خود ما دیگه نزنیم ضرر دیگه در خود ما نرسانیم از همین که ما ضرر رساندیم در خود ما اصاب خراب شد و فشار خون بالا رفت و بعضی های ما کمر درد و پای درد و عصبی و خدای نکرده میده خراب و اینمی هم بس ما افغان هست دیگه عزیز زیاد ما نباید به سر خود ما ظلم کنیم هر وقتی هر خدای نکرده خطری یا کدام جایی که میخواید که شماها را ناراحت بسازه فورا با پلیسی با مو کسی که باش دوست هستی یا بوی فرند یا شوهر است یا برادر با اینا در تماس شوین که همچین اتفاق افتاده چی کنم و اینا شما راهنمایی میکنه در امریکا اگه باشین که خودتان میفهمین که اینا را کل چیزا بر ما میگه تازه که میگه میگین تو ما تازه اومده بودیم بر ما گفته بود وقتی که میرین جایی درایولنس درایوینگ لایسنس که گرفتین درایو میکنین وش کرده باشین تا پترول پاما از کارد حساب بانکتان اینی کاز کردت کاردتان وش کرده باشین پترول نزنین که میگیرن ولی بازم بانک بر شما پیسه رو پس میتا ولی تا شما بفهمین که پیسه را پس بر شما میتا یک تکان آدم میخورنی که پیسه گم شده و اگر نه بانگای امریکا پیسه کسا نمیخوره هرچی که از حساب دوزی شوه او پس در حساب تو میته او خود اونا که پشت اونا را میگیره و اونا را پیدا میکنه در امریکا بسیار زندگی راحت است برای اون میگه که امریکا جایی هست که هیچ کس نمیتانه کس در کسی ضرر براسانه به خاطر امو اگر اینجا کس پولش هم دوزی میشه بانگی رو برش پس میته باید در بانگ طلا بتکینی از حساب مرقه داشته دیگه این کردت از عزیزان دل یک وقتایی هم کردت کارده میسی یا جای دیگه که میگیری در سرش سود می آید رو درست باشه ببینین که از روی حسابتان پیسه ورداشته نشوه اه, که می گیرن می گیرن عزیزان اقا چورما هست در این کشور اقا چورچراکان هست خبر نشوی یعنی خب کردت کار دست دید کردت تو که چقدر در اونجا مصرف کرده در اینجا باز در روی و این حساب خودش هم میگیره در رویش می یک مقدار تکسیش میشهیه ای قیدگه اینا ام مارکت ها میاره دمیار هر مارکتی حالا که درایی به خوش وقتا نبگویم یا بد وقتا نبگویم دمی آمریکا هر جا که بره ام ک کاردم می تستم یه ک کاردم می گیری بگی کریت کارد داخلی و کریت کارت چقدر پسه هست از دلار ۲ دلار دنیا هزار دلار یا ۱ هزار دلار اونو رو بگه خش بود دیگه معاد ما از سر و هم سودش میان به خودی و 500 سعیک و در سال خودم کریت کارتا یک چندی از دولت تو قرصدار هستی یک وقتی بیل دم خانت بیایه یک برادری که کرد بود که ما صحبت میکرد میگفت که البته او کسی بود که مرا درایوینگ یاد داد میگفت تازه آمده بودیم که زن ما در امریکا میگفت ما و قا... کسی بر ما نگفته بود که کردت کار نگیرین یا خوب نیست خوینا اینا ایرانی ها در سیاحت آمده بودن مثل ماوری وری رفیجی آمده بودن وقتی که در سیاحت بیایی کسی یادت نمیتا اینا مال سی و پنج سال پیش و چل سال پیش قصه شمی کرد میگفت وقتی ما آمدیم ما و زنم یه گشتوکه اگه خورد داشتیم که حال بسیار پیرمرد کلانسین شده میگفت گفت گشتوکه خورد داشتیم هر در مارکتی که می رفتیم میگه بر ما کردت کارت میداد بعد ما و زن ما قدر خوش میامدیم برا دل ما میشد هر چی که دل ما میشد میخریدیم میگفتیم امریکا چی یک زندگی هست هر جایی که تو برو بر تو کردت کارت میدن میگفت ما یک زمانی بر ما بیل آمد دان دروازه چی لزار دلار که تو قرضدار هستی او وقت چی دلار یک خانه بهترین خانه میشد دیمندقه گفت ما و زن هم گفتم کی هستی تو دروغ گویی؟ رفتیم که گفت نه اون از اونجا کردیت کارت گرفتین خرج کردین, کردین از اونجا کردین از اونجا گرفتین البته اینا خدا بعد دو سال بوده که چی بوده اونا اونا در سر سود آمده اینه قش شدن میگه دیگه بعد از او دیگه ما جلو خود ما را گرفتیم و بسیار بعض قومای ما اینجا بود اونا را دو دشنام دادیم که چرا شما اگه میفهمیدین دمو نگفتیم گفت شما که از ما پرسان کرده بودین که ما بگوییم در شما که کاردای کردیت کارد های ها را نگیرین زیاد اولا کردیت کارد های ها بسیار زیاد است عزیزان که بعضی ها نمی فامن خب اینا را عزیزان برازی گفتم نه کدام خدایی نکرد تبلیغ مبلغی نیست که ما برای کس تبلیغ کنم بگویم برازی گفتم که نه دیروز که بر ما او اتفاق پیش آمد که اکثرا می گفت اینی بنداز زود بنداز که میال می نفلت میکنم یا میکشم میاد تو را پیش در جنت روان میکنم که مرا بترسانه و پیسه بگیره مرا خنده ما گرفته بود میگفتم هی هی hey, ای را سایکو پیسه بنداز بگو ما کتی فامیلم قط رابطه کردیم بر پیسه تو میگه پیسه بنداز پیسه کجاسته <تصفح> خنده ما گرفته بود ولی یکم اگه احساس یه کرده بودم که ای کی هستا تو در مغزم بعض چیزا میامد خوب عزیزان دل کای دوست داشتنی من امیدوار هستم که هر جای دنیا هستید خوب و خوش و سرحال باشه ننمه تو خندان باشه و بخندین و که دنیا برای شما بخنده خدایا رو نگهدار شما عزیزان مجور سالم هستم و خدایی نکرده کدام چیزی هم نشده آمدم با شما گپ بزنم عزیزان من یک داستانی کوتاگگی که اتفاق دیروز اتفاق هم نیه یک مسئله بسیار پیچیده کوچیک بود میخواستم با شما در میان بگذارم و با شما شریک بسازم خدای ها نگهدار شما عزیزان خدا حافظتان